همراهان سیگنال، همطور که امشب اطلاع رسانی کرده بودیم، قصد داریم با جناب آقای دکتر علی سعدوندی اقتصاددان صحبت کنیم و نظر و تحلیل ایشون رو در خصوص تاثیر پارامترهای اقتصاد کلان بر اقتصاد ایران و همینطور بازار سرمایه انشالله جویا بشیم، که اگر ایشون در واقع امکانش رو داشته باشن و درخواست من بدم خدمت ایشون انشالله زودتر تاثیر پارامترهای اقتصاد کلان از جمله نرخ بهره بین‌المللی و تورم و همچنین نرخ دلار بر بازار سرمایه. من تصویر شما رو آقای دکتر با کیفیت دارم، اگر همراهان من هم در واقع همراهان ما هم صدا و تصویر رو دارن که انشالله گفتگو رو آغاز کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که امشب به لایو ما پیوستند. اگر صدا و تصویر بنده مناسب هست سریعتر آغاز کنیم. برای اون دسته از عزیزانی که در پیج سیگنال در واقع با آقای دکتر علی سعدوندی آشنایی ندارن، من فقط یه توضیح کوچولی از در واقع ایشون و کارهایی که انجام دادن بکنم بدم. ایشون در واقع از اقتصاددانان سرشناس کشورمون هستن که در حوزه‌های مختلف به هر حال فعالیت میکنن و صاحب نظر هستن. این شب هم میخوام در خصوص تاثیر پارامترهای اقتصاد کلان بر بازار سرمایه و حالا بازارهای مالی مختلف انشاءالله باشون بیشتر گفتگو کنیم. به خاطر مشغله کاری که آقای دکتر داشتن، من قول دادم حالا بیشتر از نیم ساعت مزاحمشون نشیم و سعی میکنم حالا بحث رو در واقع تو همین حدود جمع‌بندی بکنیم. اما آقای دکتر اگر اجازه بدید، چون بحث میخوام بکنیم در خصوص حالا تاثیر پارامترهای مختلف، از نرخ بهره بین بانکی شروع بکنیم که این روزها هم صحبت ها زیاده در موردش. بعد از روند کاهشی که از ابتدای سال داشت، این هفته شاهد بودیم، در واقع هفته گذشته شاهد بودیم یک افزایش نرخی در نرخ بهره بین بانکی به وجود اومد و اومد در محدوده 18.35% در حالی که در هفته قبلش تا زیر 18% هم رفته بود. برای کاربران اول میخواستم بگید که نرخ سود بین بانکی چطور تعیین میشه، این کارکردش چیه؟ حالا اینجوری بحث رو شروع کنیم و بعد بپردازیم به جزئیاتش. بله حتما در خدمت شما هستم. ببینید، نرخ بهره بین بانکی مهمترین ایندیکیتور یا مهمترین شاخصی هست که ما در سیاست گذاری پولی در سطح کلان در اختیار داریم. این نرخ از کجا اومده؟ ببینید، بانک ها هر روز نیازمند این هستن که یک مقدار یک تعدادی تسویه بین بانکی داشته باشن. مثلا به عنوان مثال، بنده قرار هست که امروز یک چکی رو از شما دریافت کردم، من میرم وارد در حساب بانکی خودم قرار میدم. مثلا بانک من به عنوان مثال، مثلا بانک الف هست، بانک شما بانک ب هست. در آخر روز اولا بانک الف به بانک ب اطلاع میده که این چک گذاشت به حساب گذاشته شده، آیا شما تایید میکنی؟ وقتی اون تایید کرد، این میاد به طور موقت، خیلی وقتا مثلا در کشور دیگه شما اگر دیده باشید، مبلغ این چک رو به حساب اضافه میکنه ولی میگه قابل دسترسی نیست، دسترسی بهش ندارید. در شب، در اگر من امروز این چک رو در واقع قرار پول به حساب بیاد، شب یک در واقع تبادل بین بانکی انجام میشه، یک تسویه بین بانکی انجام میشه که در واقع بانک شما به بانک من مثلا مبلغ چک رو که مثلا 100 میلیون تومان باشه، بانک شما به بانک من میده و بانک من میاد به حساب من واریز میکنه. دقت میفرمایید؟ این پولی که بین این دو تا بانک، بانک الف و بانک ب، جابجا میشه، در بازار بین بانکی جابجا میشه. چه کسی بازار بین بانکی رو تشکیل میده؟ معمولا بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی تعیین میشه و تشکیل میشه. آیا لازم هست که بازار بین بانکی فقط در اختیار بانک مرکزی باشه یا بانک مرکزی تنها اجرا کنه این بازار رو به وجود بیاره؟ خیر، اصلا میشه که بانک ها خودشون چند تا بانک با هم دیگه مبادلات بین بانکی انجام بدن بدون اینکه بانک مرکزی نقشی داشته باشه. اما این بازار که بانک مرکزی به وجود میاره، از این بازار به عنوان یک ابزار سیاست گذاری پولی هم استفاده میکنه. بانک مرکزی میگه من این بازار رو به وجود آوردم، آقای بانک الف، آقای خانم بانک ب، شما که اومدید از ابزارهای من استفاده میکنید، از بازار بین بانکی استفاده میکنید، من سعی میکنم نرخ خودم رو دیکته بکنم. دقیق میفرمایید. خب چگونه بانک مرکزی نرخ خودش رو دیکته میکنه؟ این نرخ وقت مهمترین نرخ اقتصاد میشه. ما بهش میگیم نرخ بین بانکی یا نرخ بهره بین بانکی. در بسیاری کتابها، در بسیاری از کشورها تحت عنوان پالیسی ریت شناخته میشه، نرخ سیاست گذاری.
دقت فرمایید، یا نرخ سیاستی تحت عنوان نرخ بله. سیاستی شناخته میشه. یعنی چی؟ این نرخ مهمترین نرخ در بازار پول، در بازار بانک. وقتی این نرخ افزایش پیدا میکنه، هزینه تمام شده پول برای بانک افزایش پیدا میکنه. حالا چرا اصلا این نرخ وجود داره؟ عرض کردم خدمتتون، قرار هست بانک ب، یعنی بانک شما، قرار هست پولی رو به بانک بنده منتقل کنه. فرض کنید که بانک ب به اندازه کافی ذخایر نزد بانک مرکزی نداره، به اندازه کافی سپرده نزد بانک مرکزی نداره، باید چه کنه؟ باید از بانک های دیگه قرض کنه، در اختیار من قرار بده در همون بازار بین بانکی. حالا اگر تعداد مبادلات زیاد باشه، به اندازه کافی منابع در بازار بین بانکی به طور کلی وجود نداشته باشه، یعنی مجموع سپرده بانک الف و ب و جیم و دال و اینها رو همه رو که با هم دیگه جمع میکنیم، به اندازه که نیاز هست تسویه صورت بگیره، به اون اندازه ذخایر وجود نداره، سپرده وجود نداره، چه اتفاقی میفته؟ نرخ هزینه وامدهی و وامگیری افزایش پیدا میکنه. این هزینه وامدهی و وامگیری رو ما نرخ بین بانکی مینامیم یا نرخ سیاستی مینامیم. دقت میفرمایید؟ حالا برعکس، اگر مقدار زیادی منابع ریخته بشه در بازار بین بانکی، چه اتفاقی میفته؟ منابع زیادی در بازار بین بانکی هست، به اون تعداد احتیاج به تسویه نیست، به اون تعداد مبادلات نداریم، بنابراین تقاضا برای این منابع کم میشه، کمتر از عرضه است. حالا اینطوری بیان کنیم، اگر تقاضا کمتر از عرضه بود، نرخ بازار بین بانکی کاهش پیدا میکنه. خب حالا ما به جایی میرسیم که در ماه اردیبهشت و خرداد نرخ بازار بین بانکی در ایران کاهش پیدا کرده. در فروردین و اردیبهشت 99 هم نرخ بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده، اما میان تفاوت میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. از اردیبهشت 99 تا اردیبهشت 1400 تفاوت از زمین تا آسمان است. در اردیبهشت 99 چه اتفاقی افتاد؟ کرونا شد، بسیاری از خدمات بسته شدن، مثلا تمام رستوران کشور متاسفانه به تعطیلی کشیده شد، باشگاه ها، مراکز ورزشی، ببینید هتل ها، خیلی خیلی حجم مبادلات در اقتصاد کاهش پیدا کرد. وقتی حجم مبادلات کاهش پیدا میکنه، به اندازه بیش از مبادلات چی در بازار بین بانکی هست؟ سپرده یا ذخایر در بازار بین بانکی هست. خب طبیعیه که نرخ کاهش پیدا کنه. نرخ تا چقدر کاهش پیدا کرده؟ اون چیزی که در بازار گفتن نرخ تا 8% و 9% کاهش پیدا کرده، بنده به عنوان متخصص اطلاع دارم که نرخ به 6% هم رسیده. یعنی در واقع بانک ها میخواستن هم دیگه وام بدن، کسی نبود وامی دریافت کنه، چون به اندازه کافی مبادلات در اقتصاد صورت نمیگیره. اون زمان بهترین سیاستی که میشد صورت بگیره این بود که دولت وارد میشد و استقراض میکرد و سعی میکرد پروژه های عمرانی رو راه بندازه. دولت محترم من، وزیر محترم من گفت من پاشکست توی کفش، ایشون بالاخره انجام ندادند متاسفانه. نرخ بازار بین بانکی کاهش پیدا کرد و پایین مون تا مدت ها. این یکی از دلایلی بود که بازار بورس به شدت در سال 99 رشد کرد. در سال 1400 نرخ بازار بین بانکی دوباره شروع کرده کاهش پیدا کردن، از نرخ حدود 20% به تدریج اومده به 17 و خورده درصد رسیده. چرا؟ الان قضیه عکس اون زمان هست. یعنی چی؟ یعنی به اندازه کافی مبادلات در اقتصاد هست، منتها یک کسی این وسط هست که داره پول چاپ میکنه میریزه در بازار بین بانکی. این شلنگو گذاشته قشنگ توی این حوض، مرتب هم داره باز میکنه، شیره داره بازتر میشه. خب چه کسی میتونه پول چاپ کنه در بازار بین بانکی؟ فقط و فقط انحصار انتشار پول، خلق پول در بازار بین بانکی در اختیار بانک مرکزی است. پس بانک مرکزی داره پول چاپ میکنه. بانک مرکزی این پول چاپ میکنه که به کی بده؟ به نظر میرسه بانک مرکزی این پولو که چاپ میکنه یا در اختیار بانک ها قرار میده معمولا، یا در اختیار دولت قرار میده. الان که وضعیت بانک ها وضعیت مناسبی شده به خاطر شرایط تورمی، پس این پولو چاپ کرده در اختیار بانک قرار نده، در اختیار کی داره قرار میده؟ در اختیار دولت داره قرار میده. چه باید میکرد؟ باز هم مثل سال 99 باید اوراق منتشر میکرد، دولت اوراق منتشر میکرد و منابع رو از جامعه کسب میکرد. به جای این کار ما اون سیاست 50 سال گذشته، همون سیاستی که کشورهای عزیز مورد وسوق ما مثل ونزوئلا، مثل زیمبابوه
معمولا این سیاست رو در پیش میگیرم، ما همون سیاست رو در پیش گرفتیم که در صدد پولی سازی کسری بودجه هستیم. بنابراین دوستان دقت بفرمایید که مسئله که داره صورت میگیره یک فاجعه وحشتناکی بوده در ماه اردیبهشت و خرداد که سعی شده در واقع حجم پای پولی افزایش پیدا کنه. دقت میفرمایید؟ خب حالا سوال اینجاست که اخیراً همینطور که شما می‌فرمایید شاید با آگاه سازی که خود بنده انجام دادم اتفاقی که افتاد این روند یک مقدار در یک هفته تا دو هفته گذشته یک مقدار متوقف شده. دقیق می‌فرمایید یعنی یک مقداری بالا رفته. همین که یک هفته شما می‌بینید که از چیز گذشت، از اینکه سیاست به شدت انبساطی پولی که انجام می‌شد یک مقداری تعدیل شد، شما تأثیرش رو میبینید که بورس به تعادل رسید، چون بورس صفحه خرید داشت زیاد میشد و اگر ادامه پیدا کنه همین سیاست انبساطی پولی، من به جرات خدمت شما میگم همه کشور صدمه میبینه ولی بازار سرمایه و بازار بورس به شدت در حدی رشد خواهد کرد به نظر بنده که در میان مدت، یعنی در فاصله شاید 5-6 ماه، احتمالاً در بازار بورس حتی حباب شکل بگیره. دقیقا میفهمید اگر این سیاست پولی بسیار انبساطی ادامه پیدا کنه. حالا بعد اگر سوالی باشه من در خدمتون هستم، مجددا توضیحات بیشتری خدمتون خواهم داد. ممنونم از توضیحات مفصلتون. در واقع چند تا سوالای بعدی من هم پاسخش رو دادید، از جمله اینکه این سازوکار چطور در واقع دولت و بانک مرکزی تاثیرگذار هستن روش، که پاسخ کامل جامعه شما رو داشتیم. اما یک بحثی که فکر می‌کنم حالا می‌خواستید بهش اشاره کنید و من حالا قبلش می‌خواستم سوالش رو از خدمتتون بپرسم، این بود که حالا این بحث نقدینگی و خلق نقدینگی رو که توسط بانک مرکزی انجام میشه رو فرمودید با سازوکاری که در واقع توضیح دادید، من می‌خواستم بدونم که این سازوکار خلق نقدینگی چطور توی بازارها تاثیر می‌ذاره، چون دولت این نقدینگی که خلق کرده رو صرف سرمایه‌گذاری توی بورس که صرفاً نمی‌کنه، صرف پروژه های عمرانی میکنه، صرف حقوق کارکنان میکنه، صرف تامین کسری بودجهش میکنه، که خب بخشی از مهمی از این بودجه سال 1400 هم بحث کسری بودجه هستش که افراد مختلف از جمله خود شما به بحث کسری بودجه بارها در واقع این خورده رو گرفتید که به حال بودجه مناسب تدوین نشده. من میخواستم بدونم که این خلق نقدینگی چطور میتونه تاثیر بذاره روی بازارهای مختلف من جمله بورس، که حالا یک مقدار توضیح دادی در خصوصش ولی میخواستم بیشتر بازش کنید برای ما. بله، اولا من خدمت رو عرض کنم این پولی که بانک مرکزی منتشر میکنه در جامعه به طور مستقیم در واقع در جریان نیست. دقیق میفهمید دو نوع پول بانک مرکزی منتشر میکنه. یک نوع پول اون پولی هست که تحت عنوان پای پولی میشناسیم، که عرض کردم همین مانده حساب بانک ها نزد بانک مرکزی که برای تسویه بین بانکی صورت میگیره، این لوپش بسته است، این جریانش بسته است، جریانش بین بانک ها هست در اون بازار بین بانکی که نزد بانک مرکزی هست. به اتکای اون سپرده هایی که بانک ها نزد بانک مرکزی دارن، بانک ها اقدام به خلق یک پول دیگری میکنن که تحت عنوان حساب‌های بانکی در اختیار من و شما قرار داره. و جالب اینجاست که الان 97 تا 98 درصد کل پولی که در جامعه در گردش هست در اون حساب‌های بانکی است. در گذشته اینطور نبوده. در گذشته یک زمانی اصلا بانکی نبوده و 100 درصد پول پول فیزیکی بوده، اسکناس و مسکوک بوده. بعد هم حتی مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش رو اگر ببینید، حجم اسکناس و مسکوک مثلا 40%، 20%، 30% در این حدود بوده، ولی الان حجم اسکناس و مسکوک یه چیزی بین 2-3%. اون پول 97%، 98% پولی که در جامعه در جریان هست رو نظام بانک‌های تجاری به وجود آورده. چرا به وجود آورده؟ وقتی بانک تسهیلات در اختیار افراد قرار میده، در واقع خلق پول میکنه. به اتکای چی؟ به اتکای اون پای پولی که بانک مرکزی ایجاد کرده و رشد داده. یک نسبتی بین اینا باید برقرار باشه، یعنی لازم نیست که هر پولی رو که بانک به وجود آورد به همون میزان ذخایر نزد بانک مرکزی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه نزد بانک مرکزی در آخر روز، مثلا خاطرتون هست گفتم بانک الف مثلا قرار از بانک جیم مثلا 100 میلیون تومان دریافت کنه، حالا فرض کنید بانک الف باید به بانک جیم مثلا به بانک ب هم به همون بانک الف باید به بانک ب هم مثلا 80 میلیون دلار بده،
خب اون قرار 100 میلیون دلار به این پرداخت کنه، این قرار 80 میلیون دلار به اون پرداخت کنه، چقدر در نهایت میمونه؟ 20 میلیون دلار هست که باید مبادله صورت بگیره. بنابراین مقدار پایه پولی در مقابل اون نقدینگی که ایجاد میشه خیلی کمتره. حالا این عددش چقدر هست مهم هست، ولی بحث علی و معلولی به اون صورت که فکر میکنیم نیست. دقت میفرمایید یه چیزی مثلا بین 5 تا 10 باید باشه، مثلا به طور متوسط در کشور ما یک چیز حدود 7 8 اینو تحت عنوان ضریب فزاینده یا ضریب تکاثر پولی میشناسیم. توجه میفرمایید؟ خیلی خوب. پس بانک های تجاری میان چیکار میکنن؟ میان پول خلق میکنند. خب اگر که اون پای پولی رشد کنه، اینها با چند برابر اون پول میتوانند پول جدید خلق کنند، مثلا 7 برابر. خب من عرض میکنم خدمتتون که این روزها مرتب دولت داره از بانک مرکزی استقراض میکنه، مسئولان بانک مرکزی هم روی دو چشم میگذارن، میگن سمعاً و طاعتا، مردم کی هستن؟ برای ما دولت مهمه، ولی نعمت ما دولته، ولی نعمت ما که مردم نیستن، ما رو که مردم منصوب نکردن که. خب مثل کشورهای دیگه، اگر که مردم نقش داشتن در انتخاب به طور مستقیم یا غیر مستقیم، مثلا نقش داشتن در انتخاب ریاست بانک مرکزی، احتمالاً ریاست بانک مرکزی در مقابل این خواستهای دولت میایستاد، ولی در کشور ما اینطور نیست. دقیق فرمودید بانک مرکزی مخدوم، در واقع خادم دولت هست، خدمت به دولت ارائه میدهد. خب پس بنابراین در حال حاضر ما یک سیاست پولی انبساطی داریم که به باور بنده تا ماه شهریور ادامه پیدا میکنه. حالا اگر این قضیه ادامه پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟ ببینید اگر این قضیه ادامه پیدا کنه، برخی از بازارها به حدی گران شدن که نمیتوانن این نقدینگی رو جذب کنن. مثال میزنم خدمت شما، بازار مسکن پتانسیل جذب نقدینگی خیلی بالایی داره، اما نسبت قیمت به اجاره مسکن به حدود 40 رسیده، بالاترین سطحش در طول تاریخ که ما عدد و رقم داریم در طی مثلا 50 سال گذشته، بالاترین سطح مثلا 18 بوده، مثلا 17 18 بوده، در این حدود بوده، الان این نسبت رسیده به 40. شما ببینید چقدر قیمت مسکن گران شده. وقتی قیمت مسکن گران میشه، معمولا اینطوری است که یک مدتی بازار مسکن وارد دوره رکود میشه تا مجدداً تورم انباشته رو جبران کنه. دقت میفرمایید؟ پس اگر انتظار دارید نقدینگی وارد بازار مسکن بشه، این اتفاق نمیفته، ولی نقدینگی باعث احتمالاً موجب میشود که قیمت مسکن یک مقدار گران بشه، منتها زیر نرخ تورم مسکن گران خواهد شد، زیر نرخ تورم. در مورد ارز، بازار ارز در سال گذشته وضعیت خوبی نداشت و قیمت ارز خیلی گرون شد، تا حد 32 تومن 33 تومن هم رسید، به خاطر هم مشکلات تحریم و هم مشکلات دیگری که ما داشتیم، مشکلات کرونا که مثلا اضافه شد بر معضلات تحریم. به نظر من اگر که نقدینگی خلق بشود، روی بازار ارز در صورت وجود تحریم، در صورت ادامه تحریم تأثیر خواهد گذاشت. و من برداشتم این هست که حالا ما بالاخره اقتصاددانان نباید نرخ بدن، چون قیمت ها واقعا از تعاملات بین انسانی، از رفتار انسانی، از کنش انسانی که بسیار هم پیچیده است، قیمت ها بیرون میاد. ولی حالا اگر که من به عنوان نه یک اقتصاددان، به عنوان یک فعال بازار اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، من برداشتم این است که اگر که تحریم ها ادامه پیدا بکنه، تا آخر سال نرخ ارز ما به 30 تومن برسه. کن فیکون نمیشه، یعنی اون جایی که خیلی خیلی مشکله همون پایه پولی بود که خدمتتون عرض کردم، که با خیال راحت با تیب خاطر دارن الان فعلا تا صداش در نیومده دارن خلق پول میکنن و کسی هم به کسی پاسخگو نیست متاسفانه. اما تأثیری که روی بازار ارز خواهد گذاشت به نظر من اینطور هست که نرخ تعادلی ارز در ایران در حال حاضر باید یه چیزی حدود 20 تومن باشه. درسته. اگر ما این رشد نقدینگی 50 درصدی رو داشته باشیم، این 20 تومن تا آخر سال میشه 30 تومن. اما یک نکته رو دقت کنید، اگر شرایط تورمی داشته باشید مثل سال 99، اگر دوستان عزیز، این روزها ما مجامع بسیاری از شرکت صنعتی رو داریم برگزار میکنیم، اگر دوستان در واقع تلاشی بفرمایند، میبینند که مقدار سود شرکت های صنعتی ما در سال 99 نسبت به سال 98 یه چیزی بین 2 برابر تا 3 برابر، در برخی اوقات 4 برابر نرخ سود افزایش پیدا کرده. دقت فرمودید؟ پس در شرایط تورمی اگر نرخ تورم شما بین 40 تا 50 درصد باشه، سودی که شرکت های بورسی می سازند به طور متوسط یه چیزی شاید حدود مثلا 100 درصد رشد کنه. این یعنی چی؟
یعنی پارسال که به اعتقاد بنده ما حباب داشتیم در بازار، در مرداد سال 99 شاخص رسید به 2,100,000. اون زمان برخی از افراد از جمله بنده به طور تلویحی مجبور شدم هشدار بدم، چون که بسیار جو احساسی اون زمان غالب بود و معمولا هم همینطوره در شرایط سقوط شدید بازار یا صعود شدید بازار احساسات غلبه میکنه. یک زمانی بود در امریکا، من خاطرم از من سال 99 که امریکا رفتم، خیلی این جریان دات کام خیلی اوج گرفته بود، بعد همه به تمسخر در مورد آقای وارن بافت صحبت میکردن. در مورد وارن بافت به تمسخر صحبت میکردن، دقت بفرمایید، در مورد اسطوره‌ای ترین، در مورد مشهورترین سرمایه گذار تاریخ بورس های جهان به تمسخر صحبت میکردن. بازار بورس سقوط کرد، دیدیم آقای وارن بافت پولش کمتر نشد، بیشترم شد. اون کسانی که در دات کام ها تازه واردان جوانی که اصلا هیچ تجربه نداشتن، اونها هم رفتن دنبال کارشون، رفتن بالاخره شغلی پیدا کردن، بخور و نمیر که زنده بمونن. این واقعیت بازارهای بورس در تمام دنیا اینجا اینطوری شد. پارسال خیلی ادعاهایی میکردن، جوانانی رو من میدیدم خیلی ادعاهای بالایی داشتن، الان نمیدونم کجا هستن، امیدوارم سلامت باشن، امیدوارم درس بگیرن، برای زندگیشون درس خوبی خواهد شد. برداشت من این است که پارسال سال 99 در ماه مثلا تیر و مرداد شما در نظر بگیرید، سقف شاخص باید یه چیز حدود 700 تا 1 میلیون می بود، دقیق میفهمم، نه 2,100,000. منتها با توجه به روند تورمی که از آن زمان تا امروز شاهد بودیم، به خصوص در 9 ماه گذشته، روند تورمی واقعا فاجعه بار بوده، روند رشد نقدینگی فاجعه بار بوده، با قدرت هم ادامه پیدا کرده، یعنی تو دهنی زدن به کسانی که در مقابل تورم می ایستادند. دقیق فرمودید، خود بنده که این همه تلاش کردم در این کشور، از 3 سالی که من ایران اومدم خدمت مردم عزیز هستم، خیلی تلاش کردم که جلوی تورم رو بگیرم، نه فقط نشده، بلکه در بسیاری مواقع، حالا به عمد یا از روی جهالت، در بسیاری مواقع معکوس عمل شده، سیاست معکوس پیش گرفته شده. به هر حال این هست که وقتی که شما یک موج 9 ماه پشت سر هم نرخ تورمتون بین 45 تا 50% ماهانه بوده، البته اگر به سال تبدیلش کنیم بین 45 تا 50% بوده، ما میتونیم بپذیریم که سوداوری شرکت ها تقریبا 2 برابر شده، 70 تا 100% افزایش پیدا کرده. پس اون شاخص ما باید 70 تا 100% افزایش پیدا کنه. یعنی شاخص الان اگر که متوسط شما بخواید در نظر بگیرید، حداقل به نظر من شاخص باید به 1,400 برسه. منتها در همین بازار بورسی که الان داریم از 700 تا سهم، یک چیزی حدود شاید 600 تا سهم کوچک هنوز خیلی گرون هستن. اینو هم عرض میکنم خدمتتون، آگاه باشید. به باور بنده بازار باید به یک ثباتی برسه. این ثبات یعنی این که شرکت هایی که مثلا شرکت های بزرگتر، شرکت هایی که فاندامنتال مناسبی دارند، به نظر من باید رشد بکنند و این رشد نقدینگی توجیه میکنه رشد قیمت این شرکت ها رو. اما حواستون جمع باشه که شرکت هایی هستن، اگر شرکتی دیدید با پی بی ای بالای 20، خیلی خیلی محتاط باشید. اگر تخصص در زمینه تحلیل اقتصادی ندارید، البته خود بنده یک سری دوره تحلیل فاندامنتال 70 ساعت من تحلیل فاندامنتال دوره برگزار کردم، اسلایدام به زبان فارسی و انگلیسی، مثال ها از ایران بود، یعنی خیلی تلاش کردم که این علم رو منتقل کنم. حالا چقدر منتقل شده نمیدونم، افراد دیگری هم هستن زحمت میکشن، اونها هم تحلیل فاندامنتال ارائه میدن، ولی کاری که بنده انجام دادم این بود که علم روزی که در دنیا در الان پرکتیس میشه، اجرا میشه، رو سعی کردم به مخاطب ایرانی ارائه بدهم. باید دوستان اگر که آشنایی کافی با تحلیل فاندامنتال ندارید، حداقل دوره فیلتر نویسی بنده رو بگذرونید، فیلتر کنید اون شرکت هایی رو که از نظر فاندامنتال وضعیت خوبی ندارن. وضعیت کلی بورس به نظر بنده در ماه های آینده وضعیت مناسبی خواهد بود. آقای دکتر، در خصوص مسئله که میخواستم خدمت از کنم، در مورد بحث مذاکرات برجام بود که کمیسیون نشست مشترک برجام در هفته گذشته هم در واقع نشستشون انجام شد، اما نکته‌ای که به وجود اومد این بود که حالا امه مذاکرات و دور هفتم قرار هستش که بعد از تحویل دولت به جوای رئیسی انجام بشه. من میخواستم تأثیر این مذاکرات رو روی بازارهای مالی مختلف بررسی کنیم. آیا با توجه به اگر انتظار داشته باشیم رفع تحریم ها اتفاق بیفته، همچنان انتظار رشد نرخ دلار به نظرتون وجود داره و این ناترازی بودجه رفع خواهد شد به نظرتون یا خیر؟
نه خیر، ببینید نتراجه بودجه که رفت نمیشه که. منتها ما یک سنت واقعا غیر حسنه ای داریم. یک گمراهی بزرگی در کشور ما از ابتدای دهه 50 شکل گرفته، اونم این بوده که وقتی کسری بودجه ریالی داری، شما میتونی ارز در بازار بفروشی و منابع رو تأمین کنی. الان صدای بنده رو دارید؟ خوبه صدای بنده؟ صدا و تصویر شما هست. من حالا فیدبک هم میگیرم از کاربران، اگر مشکلی داره حتما بهتون میگم. بفهم. بله خواهش میکنم. اگر ما به اون جهالت 50 ساله گذشته برگردیم و سعی کنیم از درآمد ارزی که نصیب کشور میشه صرف پول پاشی و ارز پاشی کنیم، یعنی سوبسید بدیم به واردات کالای خارجی، اگر این کار رو انجام بدیم مشکل پیدا میکنیم در بازار سرمایه. علی‌رغم اینکه رشد نقدینگی داریم، ولی سوداوری شرکت‌های در بسیاری از شرکت‌ها سوداوریشون متوقف میشه، هم شرکت‌های صادراتی هم شرکت‌هایی که رقیب وارداتی دارن. امیدوارم این قضیه صورت نگیره. حتی اگر صورت گرفت، در کوتاه مدت میتونن بالاخره یعنی ارز رو کامل تزریق کنن تو بازار. و اگر این کارو بکنن، قیمت ارز خیلی میتونه کاهش پیدا کنه. میتونه، ما قبلا هم سراغ داشتیم قیمت ارز به شدت اومده زیر قیمت تعادلی، یعنی شده که قیمت ارز یک سوم قیمت تعادلی باشه. دقت میفرمایید؟ الان هم عرض کردم خدمت شما قیمت تعادلی ارز با تومنه در کوتاه مدت دستون قیمت ارز رو تا هر نرخی که اشغلشون خواست کاهش بدهند. اما خروج سرمایه به شدت تشدید خواهد شد، یعنی این دیگه سوبسید به واردات کار داخلی نخواهد بود، این سوبسید به خروج سرمایه خواهد بود. و من برداشتم این است که بیش از 6 ماه نمیتونن قیمت ارز رو زیر 20 تومن نگه دارن. امیدوارم این اتفاق نیفته. در اون 6 ماه بازار سرمایه هم ضربه خواهد دید، ولی مطمئن باشید که خروج سرمایه اجازه نمیده که سیاست ارز پاشی ادامه پیدا کنه. بنابراین ما ممکنه که یک نرخ 20 تومانی داشته باشیم اگر به برجام برگردیم، و یک نرخ 30 تومانی داشته باشیم اگر به برجام بر نگردیم. حتی اگر نرخ 20 تومانی داشته باشیم، به نظر من الان سوداوری شرکت‌های بورسی مناسبه. دقت بفرمایید، بنده مثل اونهایی نیستم که در شاخص 2,100,000 اعلام کردن شاخص باید 8 میلیون باشه. این افراد الان بی اعتبار هستن. بنده کسی هستم که چندین بار هشدار دادم، حتی پورتفوی خودم رو منتشر کردم در کانال تلگرامی، در کانال اینستاگرامی، در کانال توییتری خودم، حتی پورتفوی خودم رو منتشر کردم و بعدم اعلام کردم در ماه تیر سال گذشته از بازار خارج شدم. و الان خدمت شما اعلام میکنم که حتی اگر به برجام برگردیم، اگر وضعیت رو خیلی در واقع تشنجی در بازارها به وجود نیاد، به نظر من الان بسیاری از شرکت‌هایی که فاندامنتال مناسبی دارن بسیار مناسب هستن، این قیمت‌گذاری مناسبی الان دارند، ارزش مناسبی خواهند داشت. و ببینید ما یک چیزی داریم در آمریکا، یک نهادی هست که این نهاد مربوط به تحقیقات اقتصادی است به نام NBER، National Bureau of Economic Research، و یک کمیته وجود داره که اعلام میکنه دوران رکود کی شروع شده، دوران رکود کی خاتمه یافته. ما نداریم اینو، ما اصلا یک انجمن پژوهش اقتصادی، یک انجمن اقتصاددانان به اون صورت نداریم متاسفانه. اما من به عنوان یک اقتصاددان خدمت شما عرض میکنم که دوره رکود بورس به باور بنده با رشد نقدینگی که در 9 ماه گذشته داشتیم، به باور بنده دوره رکود بورس تمام شده. این به این معنی نیست که هر سهامی اگر شما خریدید حتما سود میکنید، مطلقاً چنین چیزی نیست. بیش از 50% سهام ها در بازار بورس هنوز گران هستن. سهام های کوچک، سهام هایی که پی بی ای بالا دارن، سهام هایی که ای پی اس منفی دارن، سهام هایی که اصلا سود نمیدن، ای پی اس شون صفر است، اینا هنوز گران هستند. ولی کلیت بازار الان به باور بنده مناسبه، و به باور بنده سال پیش همین موقع کلیت بازار کاملا نامناسب بوده. باز اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. درست، سلامت باشید. در خصوص همین نرخ بهره بین بانکی، یک نکته‌ای که کاربران پرسیده بودن اینه که این تغییر نرخ سود بهره بین بانکی که در صحبتاتون اشاره کردید، به هر حال من متوجه این شدم که شما با کاهش اون مخالف هستید و کاهش اون حالا به زیر 18% روند درستی در اقتصاد کلان نمیدونستید، اینو در توضیحاتتون گفتید. اما یک صحبتی که میشد، یک انتظاری که خیلی از فعالین بازار داشتن در هم مرداد ماه سال 99 این بود که این در واقع افزایش نرخ سود بانکی و نرخ سود بهره بین بانکی که متأثر شد، باز تاثیر گذاشت روی نرخ سود بانکی، باعث شد که یک سیگنال منفی به بورس وارد بشه و خیلی از
تحلیلگران و اقتصاددانان حقیقتا جرأت این رو که بگن آقا این مسئله میتونه ضربه بزنه به اقتصاد ما، این رو نداشتن و حمایت میکردن از اینکه نرخ بهره بین بانکی بعد کاهش پیدا کنه، که خب دلیلش رو در اقتصاد ما دیدیم که چه اتفاقی افتاد متاسفانه و برای گوش هم چه اتفاقی افتاد در سال گذشته. من میخوام بدونم اگر یک در واقع یک همبستگی بخوام داشته باشیم با رشد بورس و در واقع نرخ بهره بین بانکی، این رابطه چطور هست؟ هر درصد در واقع تغییر نرخ بهره بین بانکی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه توی بازارهای مختلف از جمله بورس؟ بله، ببینید یک متاسفانه یک سیعه ای که در کشور ما وجود داره این هست که ما قبلا اینطور نبودیم. یعنی اگر شما میگن که یک جمله از داریوش هست که میگه خدایا این کشور را، این سرزمین را از دروغ، دشمن و خشکسالی مصون بفرما. دقیق فرمود ما الان دوچار هر سه اینها هستیم، منتها به نظر من دروغ بزرگترین تهدیدی است که در کشور ما شکل گرفته. در بازار سرمایه در سراسر دنیا موارد خلاف واقع زیاد گفته میشه، تحلیل های چرند زیاد گفته میشه و افرادی که آگاه نیستند متاسفانه دچار بعضی وقتا وارد دام هایی میشوند که خیلی خیلی مشکلات درشون به وجود میاره. در مورد نرخ بین بانکی، اون عزیزانی که مرتب اعلام کردن نرخ بین بانکی ما از 6% مثلا رسیده 18% و 19%، اون عزیزان دقت نمی کنن که اون نرخ 6% خلاف قاعده بود. اون نرخ 6% در شرایطی پیش آمد که متأسفانه مدیریت نشده بود و همین باعث حباب در بازار بورس در ماه تیر و خرد. منتها خب این عزیزان کسانی هستن، بعضی هاشون مثلا هزاران میلیارد تومان منابع جذب کرده بودن بدون هیچ گونه آگاهی. بسیاری از این عزیزان بورسی ما یک درس اقتصاد کلان در عمرشون نگذروندن. اصلا من میدونم یکی از اساتید بزرگ، چند نفر از اساتید بزرگ فعالان بورسی از اساتید رد اول اقتصاد من خبر دارم. من درس ایشون رو دانشگاه اول ایران داره ایشون درس میده و وقتی که در مورد سپرده قانونی صحبت میکنه بنده خدا نمیدونه، بلد نیستن اینها رو مطلقاً. بله، الان دوستانی که در این لایف حضور دارن، من خیلی به دوستان هشدار میدم مواظب باشید، خیلی از افرادی که حق به جانب صحبت میکنن مطلقاً آگاهی ندارن. مسئله که سال گذشته اتفاق افتاد همین بود که بحران در واقع کاهش فعالیت های اقتصادی دلیل کرونا رو متاسفانه بانک مرکزی و دولت به خوبی نتونستند کنترل کنند و این باعث شد که منابع جذب بازار سرمایه شد و این جذبی که صورت گرفت باعث شد که بازار سرمایه بیش از حد هات بشه، بیش از حد آتی بشود و این بازار آتشین ناگهان فرو نشست، مثل یک ساختمونی که آتش گرفته یه دفعه میریزه. خب این خیلی طبیعیه که ساختمون اگر آتش رو مهار نکنی بالاخره تخریب میشه. ساختمون پلاسکو رو شما خاطرتون هست، بورس مرداد 99 هم همین آتش افروزی کرد بودن، همون اومده حق به جانب گفتن که چرا نرخ بازار بین بانکی افزایش پیدا کرده. اصلا نرخ بازار بین بانکی افزایش پیدا نکرده، کاهش پیدا کرد. دقت می‌فرمایید کس باید در حیطه کار خودش صحبت کنه، نه اینکه بدارند با مباحث اقتصاد کلان و در عمرشون اصلا درس اقتصاد کلان نگذرونده. اون عزیز بزرگی که خیلی جا من دیدم در مورد صحبت می‌کنه، خب رشته حسابداری بوده، حسابرسی بوده، حتی یک درس اقتصاد کلان به درستی نگذروندن این عزیزان ما. الان هم ببینید من متاسفم که بازار سرمایه به نفع بازار سرمایه شده. چرا؟ برای اینکه خودم هم دارم الان. دقیق میفرمایید بنده خودم که متوجه میشم شرایط داره به کدوم سمت جلو میره، ولی ما داریم تورم ایجاد میکنیم، یعنی داریم آلم دوباره داریم آتش سوزی میکنیم. این آتش سوزی هم به مراتب گسترده تر از آتشی است که مراتع ما رو میسوزونه، جنگل های ما رو میسوزونه. ما باید به این مسائل خیلی توجه داشته باشیم. بله، کشانه اقتصاد کشور اسیر آتش تورم شده، اما در بازار سرمایه این آتش تورم به گرمای بازار سرمایه خواهد افزود. جور دیگری عمل کرد و می شود همین اون روز هم جور دیگری عمل کرد که فعالان بازار سرمایه اتفاقا خیلی سود ببرن. من خدمت شما عرض می کنم بله، بازار در کوتاه مدت رشد می کنه، در بلند مدت اگر شرایط ابر تورمی در اقتصاد ایران خدای نکرده پیش بیاد، اتفاقا فعالان بازار سرمایه به شدت ضرر خواهند کرد. بله، به صورت اسمی بازار رشد می کنه. ونزوئلا
بازار سرمایهش 100,000% در یک سال رشد کرده، ولی در همون سال تورم 1,000,000% رشد کرده. دقیق میشه؟ یعنی اگر شرایط تورمی ادامه پیدا کنه، بازار سرمایه به صورت اسمی رشد میکنه، ولی به صورت واقعی بازار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ضرر میکنن. منتها دقت بفرمایید، بازار سرمایه به صورت اسمی رشد میکنه، اون عزیزانی که مدیر صندوق هستند و سبدگردان هستند، اونا سود خیلی خواهند برد و احتمالاً بتونن در ادامه عمرشون رو در یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی با خیال راحت زندگی خیلی خوب و مطلوبی رو تا آخر عمر بگذرونن. بله، موج تورمی ایجاد کردی، اون کسی که مدیریت پول رو در اختیار داره برنده هست، بقیه مردم بازنده هستن. به جای این کاری که باید انجام میشد، ما باید میرفتیم به سمت یک محیط غیر تورمی که اتفاقا برای کنترل تورم اتفاقا باید بازار سرمایه تقویت بشه. دقیق فرمودید، ولی می توانیم بریم به سمت یک محیطی و به راحتی هم این امکان پذیره، مثل افغانستان مثلا نرخ تورم ما بیا زیر 5%. نرخ تورم زیر 5% یعنی پی بی ای بازار بره مثلا بالای 20% قرار بگیره. دقیق میفرمایید، به محض اینکه پی بی ای بازار ما بره بالای 20%، هم خیلی از ضررها و زیانهایی که در بازار سرمایه حادث شده جبران خواهد شد. نه فقط جبران خواهد شد، ادامه دار خواهد بود. یعنی ما رشد اقتصادی خواهیم داشت، این بازار ثروت واقعی به وجود خواهد آورد، نه ثروت اسمی. در خدمت شما هستم. سلامت باشید، ممنونم از توضیحاتی که دادید. من فقط چند تا نکته رو عرض کنم. اینکه به هر حال چون قبلش هم به آقای دکتر قول دادیم که سعی کنیم زمان زیادی از ایشون نگیریم، با توجه به اینکه ایشون هم از تو درگیر جلسات بودن، من سعی میکنم در واقع جمع‌بندی داشته باشیم از صحبت ها. این لایف هم سیو میشه، دوستانی که میپرسن در واقع سوالای تکراری که میپرسید، آقای دکتر در خصوص تاثیر فارمسی های مختلف روی بورس صحبت کردن که این لایف در پیج سیگنال و همینطور در واقع شبکه‌های اجتماعی و همینطور وبسایت سیگنال منتشر میشه که میتونید از اونجا بعد از این لایو در واقع دنبال بفرمایید، صحبت های آقای دکتر از ابتدا در واقع دنبال کنید و جواب سوالاتتون رو مطمئنم که خواهید. نکته پایانی آقای دکتر، اگر نکته باقی مونده که من سوالش رو از خدمتتون نپرسیدم و این روزها سرمایه‌گذاران باید بهش خیلی دقت بکنن، ممنون میشم برای ما و دنبال کننده رو بفرمایید. خواهش میکنم. سوال خاصی مد نظرتون هست الان؟ یک لحظه صداتون قطع. حالا من اگر اجازه بدید چند تا از سوالات کاربران رو خدمتشون بخونم. در خصوص در واقع اوراق و نرخ مطلوب اوراق پرسیدن که نرخ اوراق مثلا اخذ در بازار سرمایه، این باید روی چه عددی به نظر شما باشه که هم بازار کارا باشه و هم تاثیر مثبتی بتونه روی روند بازار داشته باشه؟ نرخ بین با صداتون قطع و وصل میشد. نرخ بین باکی منظورتونه؟ نرخ اوراق بدهی که دولت منتشر میکنه، منظورشون این بوده اون کاربر عزیزم. بله، ببینید نرخ اوراق رو کلا، نرخ رو در تحلیل های اقتصادی نرخ واقعی باید شما در نظر بگیرید، نه نرخ اسمی. یعنی باید با تورم انتظاری نرخ رو، زمانی که تورم انتظاری ما بالای 40% و سعودی هست، نرخ اوراق تا برسه باز هم دولت برنده است، چون نرخ واقعی منفی پرداخت کرده. دقیق بفرمایید، یعنی چون در مدیریت بدهی دولت، حجم کل بدهی دولت رو شما باید نسبت در نظر بگیرید، طول نخواست ملی در نظر بگیرید. اینا هر دوشون اسمی هستند. وقتی صورت شما مثلا با نرخ 30% داره رشد میکنه، مخرج با نرخ 50% داره رشد میکنه، این کس بزرگ میشه یا کوچیک میشه؟ همین رو اگر این عزیزانی که تحلیل میکنن بتونن جواب بدن، خیلی قضیه فرق میکنه، کس کوچک خواهد شد. همین اتفاق دو سال گذشته هم افتاد. دوستانی که ارق انقلاب داشتند، دولت رو داشتند، نگران وضعیت امنیتی کشور بودند، برداشتشون این بود که نسبت بدهی در اقتصاد ایران به شدت افزایش پیدا میکنه و ما به فروپاشی میرسیم، هرچند که اصلا ما حتی یک کشور دنیا رو نداریم با بدهی داخلی به فروپاشی رسیده باشه. بدهی خارجی چرا؟ بسیاری از کشورها دچار دام بدهی خارجی هستند. اما کشوری داریم همین امروز بر روی این کره خاکی، کشور دوست و برادریم که چون ابر تورم 1,000,000% در این کشور به وجود اومده، یک چیزی نزدیک به 10% جمع کشور از اون کشور خارج شدن. دقیق میفهمید؟ بنابراین اگر واقعا فروپاشی اجتماعی رو شما بخواید در نظر بگیرید، فروپاشی اجتماعی اصلا و ابر تورم
که به وجود میاد و این خطر بسیار بزرگی هست که حادث شده. در درسته. دو سال گذشته به خاطر محدودیت هایی که ایجاد شد، یعنی در سال 97 و 98 و 99، نسبت بدهی ثابت مونده یا کاهش پیدا کرده؟ دقت میفرمایید. بنابراین تا وقتی که، خلاصه کنم، تا وقتی که نرخ اوراق زیر نرخ تورم انتظاری هست، مطلقا نباید از روش های دیگر به دنبال تأمین کسری بودجه دولت باشیم. کل کسری بودجه دولت باید از محل اوراق صورت بگیره. سوال دیگر اگر باشه من در خدمتتون هستم. ممنونم ازتون. یک سال که حالا یکی از کاربران چندین بار هم پرسیده، گفتن اگر چون دولت خیلی رو این بحث برداشته شدن تحریم ها حساب کرده، اگر فرض بگیریم که تحریم ها برداشته نشه، چه راه حل هایی برای کسری بودجه وجود داره که شما میبینید که در واقع بخواید برای دولت مردان بذارید و اونها به نظر شما بتونه این کسری بودجه رو تا حدودی جبران بکنن؟ بله، عرض کردم خدمتتون. ببینید، اینکه حالا تحریم ها، نقش تحریم ها رو نمیخوام کوچک بشمارم، اما موضوعی که اقتصاد ایران داره، موانعی که بر سر راه تولید هست، به بسیار بسیار مهمتر از انحصارات، مجوزها، نبود سیاستگذاری پولی، اعمال سیاستگذاری بودجهی در کشور، معکوس عملیات بازار باز، پولیسازی کسری بودجه به جای انتشار اوراق، خیلی موانع بزرگتری هستند تا تحریم ها. تحریم ها برداشته نشه، اگر واقعا مدیریت اقتصادی اصلاح بشه، ما میتونیم رشد اقتصادی بسیار خوبی داشته باشیم. دلیلش هم این است که وضعیت جمعی مناسبی هست. ما از معدود کشورهای جهان هستیم که رشد درون‌زا داشته باشیم. دقت بفرمایید به عرض بنده، از معدود کشورهای دنیا هستیم که میتونیم رشد داشته باشیم. همین امروز فقط 4 تا کشور دنیا رو در واقع وضعیت جمعیتی بسیار مناسب دارن، یکی کره جنوبی، ایران و کشور ترکیه و آذربایجان. جالب اینجاست که توسعه ما هستن، یعنی این منطقه میتونه رشد درونزایی داشته باشه که بسیار شکوفا بشه. اما شما میبینید که اسم سال مانع زدایی، یک قدم در راه داشته نمیشه. من تا الان که خدمت شما هستم، فقط تا اونجایی که من شنیدم، بنا هست یا انجام شده، به نظر میسه قوانین اعطای مجوز اصلاح شده، یک دونه 2500 مجوز مخل تولید ما در کشور داریم. بنابراین مسئله تحریم ها بله جدی، منتها در انتهای صف قرار میگیره، نه در ابتدای صف. و با این کسری بودجه نسبت خیلی بزرگه، نسبت بودجه خود 50% کسری بودجه داریم. یعنی چی 50% کسری بودجه؟ یعنی 7% 8% جی دی پی ما کسری بودجه داریم. اما واقعیت اینه که 7% 8% جی دی پی کشور امریکا هم همین مقدار کسری بودجه در شرایط کرونایی داره، و این 8% رو میتونیم به نحوی تأمین کنیم که اصلا مشکل تورم نداشته باشیم. یعنی اگر سیاست بودجه‌ای به درستی اعمال بشه، سیاست مالی به درستی اعمال بشه، از محل انتشار اوراق اگر ما کسری بودجه رو تأمین کنیم، اتفاقا ضد تورمی هم خواهد بود. یعنی ما کامل میتونیم تورم رو هم کنترل کنیم، مشکل کسری بودجه ریالی رو هم میتونیم حل کنیم، رشد هم میتونیم داشته باشیم. ولی صلاح مملکت خیش خسروان دارن. اسم سال مانع زداییه، ولی در عمل دانانی که هفته پیش خدمت آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب رسیدن، حتی یک نفرشون در مورد اسم سال صحبت نکرده. دقیقا در مورد مانع زدایی یک نفر صحبت نکرده، در مورد مجوزها، در مورد انحصارات یک نفر صحبت نکرده. اینها نخبگان اقتصادی ما هستند، ولی متاسفانه تلاشی نمیشه در جهت اسم. خیلی تشکر میکنم از توضیحاتی که داشتید. من فقط یک نکته رو عرض کنم، یک خاطره ای که از گفتگوی قبلیمون داشتیم با جناب دکتر سعدبندی، من فقط برای که روی کرده این بزرگوار رو خدمت کاربران و دنبال کننده های ما عرض کنم به بخش واقعی اقتصاد، بخش اصلی اقتصاد. من در سوالاتم از تمام کارشناسایی که پرسیدم، خب بیش از 100 تا 150 کارشناس داخلی، اقتصاددان و تحلیلگران بازار صحبت کردم، و وقتی ازش میپرسیدم به نظر شما پربازده‌ترین و پرسودترین بازار برای سرمایه‌گذاری که به نفع اقتصاد ما و به نفع در واقع مردم باشه چی هست، هر کسی میگفت بازار طلا و مسکن، و آقای دکتر در واقع تنها کارشناسی بودن، تنها
کسی بودن که من باهاشون صحبت کردم به بخش واقعی اقتصاد، یعنی بخش تولید اشاره کردن که خیلی نکته آموزنده بود برای خود بنده که این مسئله درک بالای ایشون رو نسبت به بخش واقعی اقتصاد میدونه. به هر حال اگر ما در بازارهای مختلف سرمایه گذاری کنیم شاید بازدهی داشته باشه، اما به اون بخش واقعی اقتصاد متاسفانه چون پول نمیره، یکی از بحث‌های مهمی که صحبت میشد در سال گذشته این پولهایی که وارد بورس میشد متاسفانه هیچ کمکی نکرد به رشد تولید در شرکت‌های و سهام و صنایع مختلف، که این مسئله همین مسئله باعث شد که به هر حال این ساختار حباب‌گونه به وجود بیاد و قیمت‌ها حبابی افزایش پیدا کنه. من تشکر میکنم مجدد آقای دکتر، بحثتون رو در اختیار من قرار دادید. خواهش میکنم. افتخار بنده بود که با شما صحبت کردم، امیدوارم به سوالاتشون در واقع پاسخ داده باشم. مرسی، ممنون. خواهش میکنم. من فقط یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. سوالات زیادی مطرح شد. برخی از این سوالات به سیاستگذاری پولی برمیگرده. من یک دوره سیاستگذاری پولی پیشرفته، سیاستگذاری پولی مدرن رو سال گذشته برگزار کردم. این دوره در کلینیک اقتصاد حاضر هست. من شروع کردم علم اقتصاد رو، یعنی علم اقتصاد مدرن رو دارم از بهترین کتاب‌هایی که در دنیا داره تدریس میشه در دانشگاه‌های طراز اول دنیا تدریس می‌کنیم در کلینیک اقتصاد. اگر کسی علاقمند باشه در خدمت هستیم، واقعا هیچ کیسه هم ندوختیم، با قیمت خیلی ارزون هم این دوره رو فقط می‌خوایم این چرخ بچرخه و ما بتوانیم انتقال تکنولوژی صورت بگیره، انتقال دانش صورت بگیره، چون سطح دانش تحلیل اقتصادی ما و تحلیل مالی و سرمایه گذاری ما متاسفانه بالا نیست در کشورمون. انشالله دست به دست هم دیگه بدیم، از هم بیاموزیم و سعی کنیم که تحلیل های اقتصادی انشالله در آینده بیشتر. از شما هم که زحمت کشیدید، چندمین بار هست من افتخار داشتم در خدمت شما در لایو شما شرکت کردم، از شما خیلی تشکر میکنم که این فضا در اختیار من قرار دادید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما. با تو خدافظی میکنم. سلامت باشین. خدا نگهدار.